سلام بچه ها، ربطای امیدوارم حالتون خوبه. خوب باشه آقا. امروز سری خبر واسه اون جمع کردم از اتحاد نسل چاری که قرار بود فیتشون بیاد و حالا یه سری هواشی که از رپ فارس هست که قراره چه موزیکایی به چه کنسرتایی داریم. کلا یه سری اخبار هست که در قالب یک ویدیو قراره بهتون ارائه بدم. قبل اینکه این ویدیو شروع شه، حتما کانال رو سابسکرایب کنید و اون زنگوله رو بزنید. قضیه از کجا شروع شد؟ قضیه از اونجا شروع شد که یه دیس و دیسپک بازی بین بچه های نسل 4 و نسل تقریبا نسل 3 شروع شد. اما اینجوری بهتون بگم که یه دیسترک هیت 2 رو چرسی و یانگ سادن دادن و جوابش رو سریع دانیال در عرض یک روز داد که اسم ترک هم چکیه که من ریاکشن رفتم. اگه تونستم ویدیوش این بالا واسه تو پیشنهادشون میذارم. تقریبا این ویدیو رو دارم واسه تو منتشر میکنم، یه ویدیو قبلترش ریاکشن چکی دانیاله و یه سری حواشی ایجاد شد که امروز توی لایو چند دقیقه پیشه چرسی که من بودم اعلام شد که آقا دیگه قرار نیست نسل 4 اون فیت اتحادی قرار بود با هم بدن، حتی شاید دیس به نسل 1 بوده رو بیان منتشر کنن و کلا اون پروژه بسته شده. و خود چرسی برگشت گفت آقا این حرکت به خاطر این بود شرایط کشور ایران اینجوریه، وگرنه من دوست داشتم فیت بیاد بیرون. اما چنل تلگرام گایند نیوز مدعی شده بود که من خودم نمیتونم بگم، خواندم میگیرم چی بگم، اشکال نداره میریم میگم دوباره بریم. اما چنل گاینده نیوز، چنل تلگرامی گاینده نیوز که میدونید اسم صاحبش آرتا هست، تقریبا بعد از اینکه کلی کلاهبرداری و دوره و این چیزا شروع کرد، الان اومده گفته که آقا من اومدم موزیک که بین بچه‌ها نسل 4 بوده رو شنیدم، وکالشو خیلی موزیک بمبی بود. نمیدونم تا کجا میخواد خالی ببنده، اصلا نه رسانه شد باید دنبال کنید، خیلی اصلا چرت و پرتیه دیگه. خلاصه فقط بلده بگه آه دلار رفت بالا، ای تومن اومد این چه وضعش خدایی. حالا کاری نرم با این رسانه‌هایی که در و پیتن و با ویوی فیک و اینجور چیزا دارن داخل تلگرام فعالیت میکنن، میان بالا دوره میفروشن که دیگه همه این دلغه کارو میشناسن دیگه، نیازی نیست من بخوام بیام در باشم ویدیو بسازم. اصلا این ویدیو مربوط به اون شخصی که اصلا ارزش نداره بخوام این ویدیو کامل واسش بسازم. ما داخل همین ویدیومون حالا یه تیکه اشاره هم کردیم بهشون که حالا نمیخواستم ازش فاش تایم بگیرم، ولی خب مجبور شدم دیگه، حرف دلم بود. اما یه چیز باحال بهتون بگم، اینی که چکی دانیال من خودم روزشم گوش میدادم، خیلی ترک باحالی بود. تقریبا میتونم بگم یه سبکی که گاتپوری برداشت آورد. البته من از 3-4 تا از بزرگای رپ فارسی، یعنی کسایی که خیلی وقت رپ فارسی دارن گوش میدن، این سوالو پرسیدم، گفتم که آقا مثلا این سبکی که الان گاتپوری آورده ای داره میچرخونه، برگشت گفت که آقا اصلا این سبک کسی گاتپوری نیست که پوتک اون موقع یه فلو آواز میکرد و پشمای همه میریخ و اینو گفت به من. و ظاهرا میتونم بگم گاتپوری اصلا اینجا هیچ کاره بوده داخل این سبکی که جدیدن اومده و کلن زیاد نمیتونم نظر بدم در مورد کار گاتپوری. واقعا یه آرتیست بمبیه که همه جا تقریبا دیگه اسمش مطرح شده. واقعا تا از سفیسکید میگه آقا ناسلامتی من اسمم مطرح نمیتونم با شما کلکلای رپی کنم. البته اینم بهتون بگم که گاتپوری هم قراره به زودی یه ترک و یه آلبوم بده که احتمالاً آلبوم فیلو قراره بده که موزیک ویدیو هم داره. با خیلی درگیری شدیدی بین بچه‌ها نسل 4 رخ داد، مثلا چه میدونم سفیسکید پرید بون هیپولوژیست دیست داد و تیکه جالبش، تیکه خیلی خوشگلش که من دوست داشتم میدونی کجا بود؟ اونجا بود که گاتپوری برگشت گفت که هیپولوژیست رفته آقا بود گندش آورده واسه من، خودم تکی زدمش، خیلی باحال بود. و البته یه چیزی بهتون بگم، من کلا فضای دیریل رو خیلی دنبال میکنم و دوست دارم کلا سبک دیریل رو، ولی با یه چیز از بچهای دیریل اصلا حال نمیکنم. اینکه میگه آقا دافتو زدن دافت اونجاش اونجوری شد، اصلا خیلی چیز چرت و پرت، یا میان عکس از هم لیک میکنن یا خیلی چیزای چرت و پرتی که اصلا نمیخوام بگم. این کار واقعا فول بازی، اصلا من دوست ندارم مثلا دارم با یکی بتل میکنم، دوستم طرف رفیقمه، درسته خب مثلا باش بس شده رفتم پشت میک دارم جوابشو میدم، دارم نمیخواد که آقا عکس 10 سال پیش مثلا دانیال رو بیام پخش کنم که آره سر کار بوده. دم دانیال میگم، تا اینجا تکی اومده بالا، نیازی به هیچ کس نداشته. چرس اینا خیلی کار دارن، حالا بودوان هم نمیتونم به دانیال اصلی برسن، توی لیبل اصلی داشت همکاری میکرد، به نظر من نباید با این همکاری با این اصلا وارد بیف میشد، تو خیلی ارزشش بالاتره. مثلا گاتپوری برگش گفت که کیرم تو تتلو موقعی اینجا چی شد، به نظر فکر تتلو ما جوابشو داد نه خب تتلو جوابشو نداد، ولی خب انگار دانیال هم نیاز به حاشیه داشته که حاشیه بندازه دیگه. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه، یادتون نکنه چنل یوتیوب سابسکرایب کنید و زنگوله رو بزنید. دوستتون دارم، تا ویدیو بعدی خدا نگه دارتون.